از مهرداد فرهمند، کارشناس و تحلیلگر مسائل بین الملل از استانبول، پیرامون این گزارش دعوت به عمل آوردیم. آقای فرهمند، سلام و عرض ادب. آقای فرهمند، با هم گزارش را دیدیم. با توجه به آشنایی شما با مسائل مربوط به مسلمانان اویغور، به طور کلی دیدگاه خودتون رو در زمینه مسائل مسلمانان چین به اختصار بیان بفرمایید. و آیا این گونه راهکارها برای وادار ساختن چین به رعایت حقوق بشر اقلیت مسلمان مؤثر هست؟ بفرمایید. سلام بر شما و بینندگان محترم. خب در اویغورها در چین سالیان ساله که از تبعیض صحبت میکنن و اینکه در معرض تبعیض هستند و نقض حقوق بشر، و این تبعیض رو به دو دلیل دینی و قومی بیان میکنند. دلیل دینیش این هستش که از دین اسلام پیروی میکنند، در حالی که کشور چین کشوری کمونیستی است و دولتش میانه خوبی با مذهب و مظاهر مذهبی نداره. و دلیل دیگرش این که اویغورها تبارشون با بقیه چینی‌ها هم فرق می‌کنه، از ترک تبارند. البته در چین مسلمانان غیر اویغور هم هستند، مسلمانان دین دیگری هستند که از خود تبار چینی دارند، اونها هم مسلمانند. در همین سرزمین اویغورها که سینکیانگ یا ترکستان شرقی نامیده میشه، فارسی زبانان هم اونجا هستند که مسلمانند، و شیعیان اسماعیلی که فارسی زبانند در کاشغر. و اینها تبعیضی که در علیهشون برش شاکی هستند، در پاستاب رسانه‌ایش در حد شاید دیگر قوم‌های دیگر در جهان یا پیروان دیگر مذاهب در جهان که اونها هم خود رو در معرض تبعیض می‌بینند، رسانه‌ای نمیشه، به دلیل سیطره‌ای که چین بر اونجا داره، به دلیل اینکه دسترسی رسانه‌ها به اونجا وجود نداره. اطلاعاتی که در خصوص اویغورها هست معمولاً از طریق کسانی به دست میاد که از اونجا خارج میشن، کسانی که میان بیرون و صحبت از این میکنن که در این اردوگاه‌های کار اجباری رفتن، حتی صحبت میکنن از اینکه اونجا اردوگاه‌های به نوعی مغزشویی میکنن و افرادی رو اونجا میبرن و انقدر نگه میدارن که بخوان حتی عقیده اونها رو هم عوض میکنن. اینا صحبت‌هایی است که کسانی که در اونجاها بودند اومدن در بیرون بیان کردن. اما علت این که فشاری یعنی معمولاً در هر کشوری که چنین اتفاقاتی پیش بیفته، یک قومیت یا پیروان یک مذهبی از تبعیض شکل بکنند، نهادهای حقوق بشری میان و پشت سر هم بیانیه صادر میکنند. گاهی وقتا دولت‌ها مداخله میکنند. نمونه هاش رو در دنیا زیاد دیدیم. اما در خصوص چین امکانشون این مداخله هایی نیست، به دلیل اینکه خب چین کشور یکی از قدرت های بزرگ جهان، قدرت اقتصادی و سیاسی، و هیچ دولتی نه یارای آن و نه اراده آن رو داره که بخواد با چین در بیفته و روابطش با چین رو بخواد فدای این بکنه که در واقع از این اقلیت اویغور در چین بخواد دفاع بکنه، اقلیتی که مسلمانه. ممنونم از توضیحاتتون. با تشکر از مهرداد فرهمند، کارشناس و تحلیلگر مسائل بین الملل که از استانبول پیرامون این خبر دعوت ما رو پذیرفتند.